اره ده، بریم ببینیم چه خبره. خب خیلی از شما احتمالا با مجموعه فیلم های اره آشنا هستید. این مجموعه فرانچایز های یکی از موفق ترین اسلشیر های تاریخ سینما است. همونطور که میبینید 10 قسمت ازش منتشر شده. البته به معنی نیست که هر 10 قسمتش فیلم های خوبی بودن. کماکان معتقدم که اون 2 قسمت اول بهترین قسمت های اره بودن و باقیشون با اختلاف یه روند خیلی اینجوری سینوسی رو طی کردن و هیچ وقت نمیشد بهشون گفت فیلم های خیلی موفق، ولی به هر حال فیلم های پولسازی بودن. فیلم هایی که با بودجه خیلی کم ساخته می شدن، یک سوداوری فوق‌العاده داشته برای سازنده هاش و الان هم دهمین قسمت ازش منتشر شده. توی دهمین قسمت از فیلم اره ما دوباره داستان جان کریمر رو دنبال می کنیم، شخصیت اصلی سری فیلم های اره که خب به تومور مغزی مبتلا شده، قرار از دنیا بره و برای یک درمان ناشناخته که ازش صحبت میشه پا میشه میره مکزیک و متوجه میشه اونجور مسائل که اونجور که فکر میکرده نبوده و حالا نوبت سلاخی کردن تمام کسایی که بهش دروغ گفتن. اره ده ویژگی مثبتی داره که توی چند قسمت قبلی که از این فیلم شاهد بودیم تقریبا وجود خارجی نداشت و اونم اینه که ما این بار میتونیم با خود شخصیت جان کریمر یا همون جیکسا ارتباط عاطفی برقرار کنیم. در واقع تماشاگر توی این قسمت یک سمپاتی با شخصیت اصلی داستان برقرار میکنه و متن به حدی خوب نوشته شده که تماشاگر میتونه گاهی طرفدار جیکسا باشه، طرفدار کارهایی که انجام میده، کارهای خیلی ترسناکی که انجام میده و به نوعی این موفقیت نویسنده رو میرسونه که تونستن شخصیتی خلق کنن که با تمام ویژگی هایی که ازش یک هیولا میسازه، یک قاتل عجیب و غریبی، قاتل بسیار ترسناکی که هست، با این حال متن ما رو به این شخصیت نزدیک میکنه، کمک میکنه که بیشتر درکش کنیم، کمک میکنه که بیشتر اون چیزی که تو ذهنش میگذره رو بشناسیم و یه جوری باش همراه بشیم. از طرف دیگه سوژه هم که برای قسمت دهم انتخاب شده سوژه ملموستری برای تماشاگر، مسئله پزشکان و درمان و کلاهبرداری هایی که توی این حوزه داره انجام میشه کم هم نیست داخل کشور خودمون، سوژه ای که مردم خیلی راحت تر باشه ارتباط برقرار میکنن و به نظر میرسه که موفقیت فیلم اره 10 بیشتر به خاطر اینه که ما میتونیم تنبیه شدن پزشکانی رو ببینیم که با جون ملت دارن بازی میکنن، پزشکانی که گاهی با پولهای زیر میزی، با اشتباهاتی که انجام میدن، با ندانم کاری هایی که انجام میدن، دیگه همه ما تقریبا تو ایران ما این آشنا هستیم، برای ما خیلی ملموس تره، با جان خیلی از افراد بازی میکنن، خیلی از عزیزانمون رو از دست دادیم به خاطر کمکاری پزشکان و مسئله ای که به طور مشخص میتونیم درکش کنیم و از این بابت رفتار جیکسا با این افراد سلاخی کردنشون خیلی شاید گفتنش ناخوشاینده، ولی از لحاظ ذهنی بعد تماشاگر با قابل باوره بگه که خب اینا دارن مجازات میشن به خاطر چیزی که ما میتونیم درک کنیم، به خاطر درد فقدانی که داریم تجربه کردیم به واسطه کمکاری عزیزان و به نظرم دهمین قسمت از این بابت میتونه همراهی تماشاگر رو بخره. البته نمیتونیم از فیلم اره صحبت کنیم و در مورد تله هایی که در فیلم وجود داره صحبت نکنیم. در واقع ویژگی های اصلی سری فیلم های اره اون تله های مرگباری که ما در طول فیلم میبینیم، تله هایی که توی سری های گذشته با خلاقیت های آزاردهنده ای ساخته شدن و هر بار ما رو غافلگیر کردن. توی قسمت دهم هم یک سری تله ها ساخته شده، اغلب بر پایه مسائل پزشکی هست و خیلی اینجوری مورمور کننده است، ولی خب در این حال کماکان جالبه، استرسایی برای تماشاگر میتونه تماشاگر شاد دوشان وحشت هم حتی بکنه اغلب. البته این نکته رو باید اضافه کنم در مقایسه با قسمت های قبل که خب برخی از تله ها واقعا آزاردهنده بودن، واقعا به سختی میشد تماشا کرد اون لحظه های زجه زدن شخصیت ها رو، در اینجا یه مقدار تعادل بیشتر رعایت شده و طراحی تله ها هم گاهی دچار بی‌منطقی میشه و مثل اون تله آخر فیلم که حالا نمیخوام در موردش صحبت کنم و داستان لو بره، ولی اون تله آخری که جیکسا در موردش صحبت میکنه و خیلی هوشمندانه در نظر خود سازنده ها طراحی شده یه مقدار از حالت منطقی خارج میشه، یه مقدار قصه رو با مشکل مواجه میکنه. تله ایه که نمیتونه اون تلنگر رو به تماشاگر بزنه، اون پایان بندی در واقع اون ضربه نهایی که سازنده ها انتظار داشتن که به تماشاگر بخوره که وای ما چقدر باهوشیم، نه اینجا واقعا اون تله سازگار نیست و به نظرم یه مقدار جای سوال باقی میذاره که خب اگه این چیدمان حرکت افراد به این شکل نبود اون تله کار نمیکرد و الان این هوشمندی وجود نمیداشت. اون تله آخر به نظرم کار خراب کرده، ولی خب در موقع موارد
طراحی‌ها به نظرم قابل قبوله. یه نکته هم در مورد اره 10 بگم، اونم اینه که توبی بل توی سن 81 یا فکر می‌کنم 82 سالگی هنوز میتونه تماشاگر رو با خودش همراه کنه. هنوزم توی نقش جان کریمر یک وزنه بسیار 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 زیاده و قصه رو سرپا نگه داشته و بازیش اینجا هم قابل تحسینه. به نظرم مجموعه فیلم های اره بدون توبی بل علنا 50% جذابیتش از بین میره و خوشبختانه توی قسمت دهم توبی بل کاراکتر اصلی داستانه، تمام قصه حول محور خودشه و فکر میکنه بخش قابل توجه از موفقیت فیلم هم به خاطر حضور این بازیگره. در مجموع به نظرم اره 10 یکی از بهترین فیلم های مجموع است. البته باید این فیلم رو با خود فیلم های اره مقایسه کنید، یک فلسفه خاصی داریم مجموع از فیلم های اسلشر و خیلی نباید با فیلم های دیگه مقایسه کنید. در میدیوم خود فیلم باید مقایسه کنید این 10 قسمتی که از فیلم منتشر شده رو و به نظرم اره 10 میره توی لیست خوب های اره به جز قسمت 1-2 تا حدی حالاش میشه گفت 3. باقی این مجموعه فیلم ها فیلم های اغلب ضعیفی بودن که خب اومده بودن که صرفا یک سری طراحی های تله مرگبار رو به نمایش بذارن، در واقع یک سری سلاخی ها رو به نمایش بذارن، ولی توی قسمت دهم علاوه بر اینکه ما میتونیم کماکان اون سلاخی ها رو شاهد باشیم، ولی اینجا بیشتر به خود جکسون پرداخته شده دیگه. ما بیشتر میتونیم در مورد شخصیت ببینیم، بیشتر میتونیم درکش کنیم که چه فکر میکنه چه فکر نمیکنه و در واقع یک سمپاتی باش ایجاد کنیم که به نظرم عامل موفقیت این فیلم بوده. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. لطفاً اگه این ویدیو رو دوست داشتید دکمه لایک رو بزنید، دکمه سابسکرایب هم حتما بزنید و امیدوارم در زندگی با پزشکانی مواجه بشید که صداقت دارن و انسان‌هایی هستن که برای جان افراد ارزش قائلن. امیدوارم. دم شما گرم و خدافظ.